سناتور ژان پیر میشل. در بین سناتورهای امضا کننده بیانیه اکثریت سنا، البته چهره‌های برجسته هر یک از گروه‌ها حضور دارند. همچنین نایب رئیس سنا روبر لوار که تا لحظه دیگر در جلسه حضور خواهد یافت. همچنین رؤسای کمیسیون‌ها هستند. از جمله کمیسیون قوانین، کمیسیون امور اقتصادی و نایب رئیسان کمیسیون‌ها. و همچنین در بین آنان بعضی رؤسای شوراهای منطقه و شوراهای استان و وزرای پیشین هم دیده می شوند. پیش از ما اکثریت مجلس ملی فرانسه و بعد 5000 شهردار بیانیه مشابهی امضا کردند. بیانیه نمایندگان در مجلس ملی و بیانیه شهرداران در مراسمی در شهرداری منطقه 1 پاریس تقدیم خانم رجوی شد. این فوران همبستگی کاملا مشروع با مقاومت ایران در مرزهای فرانسه متوقف نمی شود. 30 پارلمان در اروپا، مجلس نمایندگان آمریکا و پارلمانهای استرالیا، کانادا و پارلمانهای چند کشور عرب نیز حمایت خود از اشرف و از مقاومت مردم ایران را اعلام کردند. چیزی که خیلی مهم است، بیانیه مصوبه پارلمان اروپا در 25 نوامبر گذشته توسط اکثریت پارلمان اروپا است که نمایندگان تمام کشورهای عضو اتحادیه و طبعاً تمام تشکل‌های سیاسی نمایندگی شونده در پارلمان اتحادیه را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر در همین ماه‌های اخیر قطعنامه‌هایی هم در کنگره آمریکا ارائه شده که در اولی اکثریتی از نمایندگان از شخص رئیس جمهور خواستند که مسئولیت حفاظت از اشرف را عهده‌دار شود و در دومی با 110 امضا خواستار حذف سازمان مجاهدین از لیست شدند. میهمان افتخاری امروزمان جناب وکیل خوان گارسه سوابق طولانی در دفاع از حقوق بشر دارد و از مشاوران سیاسی سالوادور آلنده در شیلی بوده است. او امروز به اعتبار صلاحیت عام دادگاه‌ها و بر اساس شکایت ساکنان اشرف در اسپانیا پرونده محاکمه علیه کسانی که به ساکنان کمپ اشرف حمله کردند را تشکیل داده و به نظرم میتوان به او و به کل دستگاه قضایی اسپانیا تبریک گفت.